به نام دادار دادستان اولین تهاجم سنگین مسلمانان به هند در سال 997 میلادی توسط سلطان محمود غزنوی انجام شد سلطان محمود در بهیمنگر هندوان رو غافلگیر و شهرها و معابد رو غارت کرد او سال بعد در متورا کنار معبد معروف جمنا باز هم دست به زد و معبد رو با نفت به آتش کشید و خزاین اون رو با خودش به غزنه برد پنج سال بعد به سومنات در جنوب هند حمله کرد دو هزار کیلومتر در بیابان اینها با شطور به جنوب هند کنار ساحل دریا اومدن تا بتونن این معبد سومنات رو از بین ببرند در افسانه ها اومده بود که هنگام فتح مکه توسط پیامبر اسلام یکی از بت مکه بت منات رو با خودش بر میداره میبره به طرف هند و اینا تصور میکردن اون بت بزرگ سومنات همون منات هست سلطان محمود هم که میخواست خودش رو سلطان قاضی نشون بده هفته بار در طول سلطنت خودش به هند حمله کرد و صدها هزار هندو رو به عنوان غلام و کنیز با خودش به غزنه برد بعدا هم که قزنویان منقرض میشن یه ده از اونها به طرف مرزهای هند میرن و در صفحات شمال هند جایی که امروز شمال پاکستان هست دست به تاخت و تاز میزن حدود دویست سال بعد در سال 1186 میلادی غوریان که آن زمان ترک نجات بودند به هند حمله کردند دهلی را گرفتند و معابدش را غارت و در کاههایش سکونت گزیدند مدت 300 سال شمال هند به زنجیر کشیده شد نخستین شاه این سلسله که به ممالیک هند مشهور شدن قیاس دین ایبک بود سلطان دیگر قیاس دین بلبن بود که شورشیان را جلوی پای فیل می انداخت پوستشان را می و از کاه پر می کرد و از دروازه های شهر آویزان می کرد سلطان محمد ابن تغلق با کشتن پدر خود بر تخت نشست و دانشمندی بزرگ شد در ریاضیات و فلسفه دست داشت اما متاسف در رند خوب و بیرحم بود گوشت یک خواهرزاده شورشی را به همسر و دخترانش خورانید این خواهرزاده بهاءالدین گشتاس نام داشت ابن بطوطه نقل کرده که به امر سلطان پوست تنش را زنده زنده کندند و قسمتی از گوشتش را با برنج پخته پیش زن و فرزندانش فرستادند او آنقدر از هندوان بکشت که میر و رفتگران از کشتن و حمل اجساد خسته شدند او برای بنای تختگاه جدید در دولت آباد همه ساکنان دهلی را خارج و این شهر آباد را تبدیل به برهود کرد چون شنید مردی کور در دهلی مانده دستور داد او را از دهلی تا دولت آباد بکشند در سفرنامه ابن بطوطه آمده که غلامان شاه در دهلی دو مرد را یافتند که یکی کور و دیگری زمینگیر بود شاه فرمان داد آن زمینگیر را از منجنیق به سوی دولت آباد پرتاب و آن کور را بر پشت اسب ببندند و تا دولت ها... ابن بطوته میگوید سلطان همواره شکایت داشت که کسی او را دوست ندارد طرح سیاست معمول این سلاطین مسلمان را سلطان علاءالدین از سلاطین بعدی ممالیک به بهترین وجه مشخص کرده او مشاورانش را ملزم ساخت تا هندوان را در هم شکنند و آنان را از آن ثروت و خواسته ای که کینه و تغیان می آورد محروم بدارند دولت نیمی از محصول زراعی را بر می داشت و حکام بومی هند هم ششیک که آن نیمه دیگر را هیچ هندو نمی توانه سرش را بالا بگیرد در خانه هایشان از زر و سیم نشانی نبود کتک، حبس، بند و شکنجه را به کار میبستند، تا آنان را وادار به پرداخت مالیات کنند وقتی یکی از مشاوران مشاوران شاه به این سیاست اعتراض کرد سلطان علاءالدین گفت ای ملا تو مرد عالمی هستی اما تجربه نداری من جاهلم اما تجربه دارم پس یقین داشته باش که هندوها هرگز منقاد نخواهند شد مگر اینکه به خاک سیاه نشینند پس دستور داده که فقط غله و شیر یک سالشان را برایشان بود. در تاریخ فرشته چنین آمده که هنگامی که شاه اکبر یعنی همون اکبر شاه در جوانی به تخت نشست بیرام خان فرمانده ارتش مغولی پدرش اسیری هندو و کافرکیش رو نزد او آورد و گفت اگر شمشیری به این کافر حربی رساند مقبول خداوند و جهاد اکبر خواهد بود آن حضرت یعنی اکبر شاه که هنوز جوان بود دستش لرزید و لبه شمشیر را آهسته به فرق آن هندو رسانید و ملقب به غازی گردید آنگاه بیرام خان به دست خود گردن آن هندو را زد هندوی بیگناه قربانی خشونت و تعصب بیراب خان گردید ببینید این سیاستیه که سلاطین مسلمان و مغولی هند به مدت 600 سال به خصوص در صفحات شمالی هند داشتن و طالبانی هم که امروز میبینیم بقایای همون افرادی هستند که به مدت چند صد سال در هند حکومت کردند شما میبینید الان نقشه پاکستان رو که نگاه بکنید یه منطقه داره یکی از ایالتاش به نام منطقه قبایلی هست یعنی اینو به همون شکل زندگی قبایلیشون رها کردن من درست بیخ گوش اسلام آباد هم هست من ارتش پاکستان در شمال اسلام آباد دارای پادگان های متعددی هست و به اینها اجازه نمیده که خیلی در داخل پاکستان کروفر داشته باشند. به هر حال این همون اسلام طالبانی هست که امروز هم میتونه خطری برای منطقه و تمام دنیا باشه